این هفته دور همی جهانی کلیک، امیدواری ها برای بارداری با کمک هوش مصنوعی و ربات بالرگن. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. تا حالا چندین واکسن برای مقابله با کووید-19 به بازار اومده، اما این وسط یک شرکت رفته به سراغ هوش مصنوعی تا از این امکان استفاده کنه و ببینه آیا داروهایی که در گذشته تولید شدن روی درمان این بیماری مؤثر هستند یا نه. پژوهشگران شرکت بنولنت AI حدوداً 10 ماه پیش اولین نشانه از تأثیر داروی بیماری روماتوئید رو روی کووید-19 پیدا کردند. روماتوئید یک نوع بیماری التهاب مفاصله. سازمان غذا و داروی آمریکا تجویز داروی باریسیتینیب رو برای بیماران کرونایی بدحال که بستری شدند و به اکسیژن و دستگاه کمک تنفسی نیاز دارند تایید کرده. این دارو به همراه داروی ضد ویروس رمدسیور در آزمایشی برای 1000 بیمار بدحال تجویز شد. نتیجه آزمایش نشون داد که آمار مرگ بیماران حدود 3% کم شده. با تجویز این دارو از تعداد بیماران نیازمند به دستگاه کمک تنفسی هم حدود 5% کم شد. بیمارانی که از این دارو استفاده کردند، یک روز زودتر از بقیه از بیمارستان مرخص شدند. شرکتی که این آزمایش را انجام داد برای خرد کردن و دسته‌بندی حجم عظیم داده‌های مربوط به بیماری و اطلاعات داروهای تولید و تایید شده از هوش مصنوعی استفاده کرده بود، کاری فراتر از توان انسان. وقتی خیلی ها دنبال شناسایی ویروس و بررسی ضد ویروس ها بودن و اینکه این داروها چطور میتونن بیماری رو درمان کنن، ما از یک زاویه کاملا متفاوت به موضوع نگاه کردیم. از خودمون پرسیدیم توی داروهایی که قبلا تایید شدن داروهایی هست که بتونه از پیشرفت بیماری در بدن جلوگیری کنه. تعدادی دارو پیدا کردیم، آزمایش‌هایی انجام دادیم و بر اساس نتایج آزمایش‌ها پژوهش بیشتری انجام دادیم و رسیدیم به این دارو که فکر کنم بهترین گزینه است. هم ضد التهاب، هم میتونه از اندوسیتوز یا وارد شدن ویروس به غشای سلول جلوگیری کنه. ویروس از این راه وارد ریه میشه که میتونه خطرناکترین پیامد ابتلا به ویروس کرونا باشه. آخری هر سال میلادی BBC پروژه‌ای داره به نام صد زن که طی اون زندگی صد زن رو برجسته میکنه. ما هم در راستای همین پروژه از صد زن که کار خودشونو تازه در حوزه فناوری آغاز کرده بودن خواستیم که با 3 زن موفق در این حوزه ملاقاتی داشته باشند. شرکت کنندگان در این برنامه از گوشه و کنار دنیا مهمان کلیک شدند. یکی از شرکت کنندگان سرن او از سنگاپور در برنامه ما شرکت کرده. سرن رئیس بخش داده‌های علمی شرکت گراب، شرکتی چند میلیارد دلاری شبیه به اوبر که در حوزه حمل و نقل و خدماتی مثل پیک غذا فعالیت می‌کنه و بازار جنوب آسیا رو در دست گرفته. اریکا جوی بیکر رو داریم از سیلیکون ولی کالیفرنیا که مرکز غول‌های فناوری دنیاست. اریکا یکی از اعضای پیشرو شرکت‌های مایکروسافت، گوگل و اسلک بود و حالا مدیر مهندسی شرکت گیت‌هاب. و نیکولا مندرسون رو داریم، معاون شرکت فیسبوک و مدیر اجرایی این شرکت در اروپا، خاورمیانه و آسیا، زنی قدرتمند که ملکه بریتانیا از خدماتش قدردانی کرده. مخاطبان این برنامه 30 کشور در برنامه ما شرکت کردند. اگرچه هر کشوری مشکلات خاص خودش رو داره، اما اینجا یک چیز مشترکه و اون تبادل تجربه زن بودن در حوزه فناوریه. من رابین مکنزی هستم. 18 سالمه و به تازگی در کاردیف رشته طراحی محصول رو شروع کردم. سلام، من سارا هستم از تهران. 21 سال دارم و دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر هستم. من بوو هستم. 24 سالمه و تازه در رشته علوم کامپیوتر در سئول فارغ التحصیل شدم. من سوزان نداگی هستم از کنیا. 24 سالمه. تازه به عنوان کارشناس فناوری ارتباطات در بخش سلامت در سامبورو کنیا کارم رو شروع کردم. من آلیس هستم، 26 سالمه، فعلا در بیرمنگام زندگی میکنم. یه جور فرهنگ پروگرامر یا داداشی های برنامه نویس حاکمه و بعضی وقتا حس میکنم روی خوش به هم نشون نمیدن. تا
توی دوره آموزشی فقط چند تامون دختریم و در طول تحصیل گاهی شرایطی داشتیم که پسرها یه طوری رفتار میکردن که انگار از بقیه بهترن. این رفتارها باعث میشه چشم‌انداز فعالیت در صنعت فناوری برای زنان ترسناک و حتی وحشتناک به نظر برسه. آیا باید خودم رو کمی متفاوت نشون بدم تا تو اون فضای مردونه پذیرفته بشم؟ فقط خودت باش. تو همونی هستی که هستی و باید به خودت افتخار کنی. فکر نکنید برای گرفتن یه شغل باید خودتون رو یه جور خاصی متفاوت نشون بدید و بدتر از اون خودتون رو شبیه مردا نشون بدین. من همیشه گفتم فکر میکنم اولین و مهمترین موضوع اینه که توانایی آدم ها باید خودش رو نشون بده. شخصیت و توانایی دو تا چیز متفاوت هستن. این مهمه که به توانایی هاتون مجال بدید که بدرخشند. شما میتونید برای پذیرفته شدن در شغلی خودتون رو یه جور دیگه نشون بدید، اما این گرون تموم میشه و به این ختم میشه که در محل کار کاملا یه آدم دیگه هستید. شما سزاوار شرایط بهترید، شایسته کار تو شرکتی هستید که اونطوری شما رو ببینه که واقعا هستید و قدرتون رو بدونه و برای خودتون بودن پشتیبانتون باشه. بنابراین اگر شرکتی به خاطر فرهنگ برونگرایی یا اجتماعی بودن خواست استخدامتون کنه، ازشون پرهیز کنید. اگر برای پیدا کردن کار در حوزه یادگیری ماشین مشکل دارید، به هم خبر بدید. موقعیت‌های شغلی زیادی براتون دارم. وقتی وارد دانشگاه میشیم، یه جورایی انتظار دارن موفق نشیم و وقتی موفق میشیم، آدم‌ها با این پیش‌فرض ما رو قضاوت می‌کنن که حتماً با استادها یا اعضای هیئت علمی روابط نامناسبی داشتیم. این موضوع باید حسابی مطرح بشه. باید با افرادی که در موقعیت رهبری هستن نگرانی هاتون رو در میون بگذارید و روی بقیه حساب کنید. من اوایل کارم شرایط سختی داشتم و گاهی نمیتونستم به مدیرانم نزدیک بشم. در مورد شما میشه استاد یا مدرس. من سعی میکردم کسی رو پیدا کنم تا اونجا حضور داشته باشه. اما فکر کنم این خیلی مهمه که بعد از پایان دانشگاه یا دوره آموزشی خودتون رو در موقعیتی قرار بدید که امکان پیشرفت داشته باشید. جایی که بتونی در کاری که انجام میدید اعتماد به نفس داشته باشین. نابرابری در محل کار خودش رو به شکل‌های مختلفی نشون میده و تفاوت‌های نژادی و جنسیتی میتونه مشکلاتی ایجاد کنه. برای اولین بار به ملاقات مشتری جدیدی رفته بودیم. اون وارد اتاق شد و شروع کرد به سخنرانی. اون مسن‌ترین مرد توی جلسه بود. چیزی که من آموختم اینه که روی کار خودم تمرکز کنم و سر و صدای اطرافم رو نادیده بگیرم. به کار خودتون تمرکز کنید و سعی کنید توی کار خودتون خوب باشید. به گمانم نتیجه این کار در بلند مدت خودش رو نشون میده. خیلی دلم میخواد بدونم در اقلیت بودن در حوزه فناوری چطوره؟ اونم وقتی مثل شما که به یه موقعیت خیلی عالی رسیدید و در واقع مادر اون مجموعه هستید. میخوام بدونم چه مشکلاتی پیش روی شماست؟ خب من مادر نیستم، اقلیتم و گاهی این اقلیت بودن رو لمس میکنم. بذارید رو راست باشم، گاهی کار سخت میشه. یه دورانی تنها زن سیاه‌پوست در کل ساختمون محل کارم بودم، چون که من یک مهندسم و این میتونه باعث منزوی شدن بشه. خیلی مهمه که بتونید در گروهی خارج از کار عضو باشید. همین الان من شبکه بسیار قدرتمندی از زنان از نژادهای مختلف دارم و خیلی با هم مرتبطیم و نظریاتمون رو با هم رد و بدل میکنیم. رویای من اینه که توی یک شرکت بزرگ فناوری در بریتانیا یا آمریکا کار کنم و یک خانواده بزرگ داشته باشم. از پسش بر میای. من الان توی فیسبوک کار میکنم و مادر 4 تا بچه هم هستم. به خودم افتخار میکنم که میتونم هر دو کار رو انجام بدم. میدونی چیه؟ مادرها هم از تولیدات ما استفاده میکنن. بنابراین ما میخواییم مادرانه بیشتری رو استخدام کنیم. پس با همون تماس بگیر. چرا که نه؟ و رسیدن به موفقیت در صنعت فناوری محدود به یک مسیر نیست. من الان در نیمه راه کد نویسی هستم و خیلی از این کار لذت میبرم. احساس میکنم برنامه نویسی زبان آینده ماست. کاش زودتر با این کار آشنا شده بودم یا در سن پایینتر شروع کرده بودم. راجع به استخدام دانش آموختگان دوره های فشرده در مقایسه با دانش آموختگان آموزش های سنتی چی فکر میکنی؟ من کاملا مشتاقم که دانش آموختگان دوره های فشرده رو استخدام کنم. توی آمریکا تا جایی که من دیدم در مدارس تبعیض‌هایی داریم که دختران رو از یادگیری ریاضیات و علوم دور میکنه. به عنوان یک صنعت ما باید در حمایت از دخترها بهتر عمل کنیم.
بنابراین برنامه‌های کارآموزی الان در شرکت‌های فناوری پرطرفدار و این دوره‌ها راه خوبی برای آغاز به کاره. وقتی دورتون تموم شد، پا پیش بذارید و درها رو باز کنید. کشورهای مختلف به متخصصان بیشتری نیاز دارن. نه فقط زنان، پسران و دختران بیشتری باید این زبانها رو یاد بگیرن. مردم اغلب فکر میکنن وقتی شما یک مهندس هستی، پس فقط باید کار مهندسی انجام بدی. اونا متوجه نیستن وجه طراحی هم وجود داره که لزوماً در شرکت‌های فناوری نیست. شما میتونید توی یک شرکت مد کار کنید. میتونی در شرکت‌های خرده فروشی هم مشغول به کار باشید. همه جا برای این تخصص کار هست. هم برابری جنسیتی و هم تنوع نیروی کار برای فناوری بهتر ضروری هستند. بذارید رک بگم. اگه قرار برای همه دنیا نرم افزار بسازیم، پس همه دنیا باید در محل کار نماینده‌ای داشته باشن. درسته؟ و اگر شما فقط با نیروی کار و فکر مردان نرم افزار بسازید، سرانجام یا به مشکل برمیخورید یا اون نرم افزار بدون شک برای استفاده زنان مناسب نیست. این هفته دادگاهی در لندن با درخواست استرداد جولیان آسانج از بریتانیا به آمریکا به اتهام جاسوسی مخالفت کرد. کارمندان گوگل و شرکت مادر آلفابت اتحادیه کارگری جدیدی به نام اتحادیه کارکنان آلفابت تأسیس کردند. و ولکس واگن نمونه آزمایشی ربات کاملا خودرانی رو به نمایش گذاشت که قراره در مکانهایی مثل پارکینگ‌های سربسته برای شارژ باتری خودروها به کار گرفته بشه. این هفته همینطور ناپدید شدن جک ما، مدیرعامل میلیاردر شرکت علی بابا، خبرساز شد. جک ما از ماه اکتبر تا به حال در انظار عمومی دیده نشده. آقای ما قصد داشت شرکت انت گروپ رو وارد بازار سهام کنه، ولی بعد از انتقادش از قوانین مالی دست و پاگیر در زمینه توسعه فناوری، مقامات چین مانع این کار شدند. داده‌های اپ ردیابی ویروس کرونا در سنگاپور توسط پلیس این کشور قابل دسترسی است. مقامات پیشتر اطمینان داده بودند که این داده‌ها فقط به منظور ردگیری ویروس مورد استفاده قرار خواهند گرفت، ولی گزارش‌هایی که به مجلس سنگاپور رسیده حاکی است که این داده‌ها برای تحقیقات جنایی هم قابل استفاده‌اند. 80% شهروندان سنگاپور در این اپ ثبت نام کردند. محققان گراسپ لب در دانشگاه پنسیلوانیا رباتی رو به نمایش گذاشتن که بدنش از یخ ساخته شده. اونا میگن این یخبات آزمایشی در نقاط دورافتاده مثل قطب جنوب یا حتی مریخ کاربرد خواهد داشت. این ربات از یخ برای تعمیر بخش‌های آسیب دیده در بدنش استفاده می‌کنه. و در آخر بوستون داینامیکس برای جشن‌های سال نو میلادی همه ربات‌هاش از جمله اسپات و اطلس رو به رقص واداشت. At 5 pounds and 12 ounces, Louise Joy Brown proved for the very first time in vitro fertilization actually worked. 42 سال پس از اون زمان حدود 8 میلیون نوزاد با لقاح مصنوعی و با بارور کردن تخمک در آزمایشگاه به دنیا اومدن. اما باروری مصنوعی IVF پرهزینه است. قمار گرونیه که با فشار عاطفی همراهه. از هر 3 زن در مرحله اول فقط یکی باردار میشه. به دیدن 2 زن رفتیم که برای باروری مصنوعی از فناوری کمک گرفتند. درمان نازایی یکی از سخت‌ترین کارهایی که تا به حال تجربه کردم. یه پاتون خونه است، یه پاتون بیمارستان. همش برای اینکه سر کار نرفتید باید یه جوری بهونه بتراشید. در جریان روند IVF واقعاً احساس می‌کنید دارید پولتون رو می‌ریزید دور و بعد گرفتن جواب آزمایش منفی واقعاً غم‌انگیزه. فکر می‌کنم 3-4 روز نشستم رو تختم و یه بند گریه کردم. با چنین هزینه سنگینی عمل شکست خورد. هر چیزی که به شانس موفقیت کمک کنه میتونه روی والدین آینده تأثیر فوق‌العاده زیادی داشته باشه. اینجا در اسرائیل گروهی باور دارند که با استفاده از هوش مصنوعی بخت موفقیت IVF بیشتر میشه.
در روش سنتی کار یک متخصص رویانشناسی انسان برای ارزیابی تخمک عملی زمانبر، غیر ماشینی و بر پایه برآوردهای شخصیه. در جریان روند IVF واقعا احساس میکنید دارید پولتون رو دور میریزید. بسیاری از تصمیم ها بر اساس احساسات و تجربه های شخصیه. حتی دو فرد متخصص در یک مرکز IVF ممکنه درباره یک جنین دو نظر متفاوت داشته باشن. این سامانه به جای اعتماد به تخصص انسان از دیپ لرنینگ یا یادگیری عمیق هندسی استفاده میکنه. شاخه‌ای از هوش مصنوعی که برای تحلیل داده‌های پیچیده استفاده میشه و از فناوری‌های تشخیص صدا، تصویر و نوشتار فراتر میره. این سامانه با داده‌های شامل ده‌ها هزار ویدیو و تصاویر، اطلاعات بیمار و داده‌های آزمایشگاهی آموزش دیده. سامانه یادگیری عمیق هندسی شما رو فقط به اطلاعاتی که می‌خواید تحلیل کنید محدود نمی‌کنه. مثلا شما میتونید نمودار یا شکل‌های سه‌بعدی و خیلی اطلاعات دیگر رو هم تحلیل کنید. در مقاله‌ای که این گروه امسال منتشر کرد، گفته شده که روش‌های اونا برای انتخاب یک جنین مناسب حدود 20% بهتر از انتخاب به دست متخصصان انسانیه. هوش مصنوعی همچنین این ظرفیت رو داره که 30% بهتر جنین‌هایی رو شناسایی کنه که استفاده از اونا به یک بارداری موفق ختم نمی‌شن. افرادی مثل آنا از امتیاز انتخاب تخمک با این نوع از هوش مصنوعی استفاده کردند. معلومه از این که الان باردار هستم خیلی خوشحالم. وقتی به شوهرم خبر دادم گریهش گرفت. این پیشرفت امیدوار کننده است، اما شرکت امبریونیکس باید آزمایش هاش رو در گستره وسیع تری از جوامع علمی ادامه بده. اگر از این فناوری استفاده کنیم و واقعا با استفاده از هوش مصنوعی مدل‌های پیش‌بینی خوبی طراحی کنیم و ثابت بشه که این مدل‌ها درست عمل می‌کنن، هوش مصنوعی میتونه به جنین شناسان کمک کنه تا جنین مناسب رو انتخاب کنن و بیمار خیلی سریع‌تر باردار بشه. این روش کمک می‌کنه بیمار رو آگاه کنیم که آیا میتونه درمان رو ادامه بده یا نه، شانسش برای بارداری خیلی کمه. این ممکنه بهشون کمک کنه تصمیم بگیرن برن دنبال درمان‌های دیگه یا اصلاً درمان رو ادامه ندن. اینطوری هم بیمار و هم کارکنان کلینیک فرصت انتخاب‌های بهتری دارن. اما کاری که باید بکنیم اینه که کمی با احتیاط عمل کنیم. ما اول راهیم و این فناوری نوظهوره و بیماران اگر قرار هزینه این روش رو پرداخت کنن، باید بدونن که این روش تغییر مؤثری در وضعشون ایجاد می‌کنه. در حالی که روش انتخاب تخمک با هوش مصنوعی هنوز در مرحله آزمایشه، فناوری‌های دیگه‌ای هم هستن که دارن به زوج‌ها برای پدر و مادر شدن کمک می‌کنند. به یاری اولین درمانگاه آنلاین IVF در جهان، بار سوم بخت به لیجیا رو کرد و بالاخره باردار شد. در این روش از یک اپ استفاده میشه که شبانه روز از کسانی که میخوان باردار بشن حمایت میکنه و میتونه تعداد مراجعه به بیمارستان رو به دو نوبت برسونه. این درمانگاه حالا یک سامانه هوش مصنوعی هم داره که میگه به زوجهای بیشتری کمک میکنه تا بارداری رو تجربه کنند. در این روش از 500,000 داده و راهنمایی‌های دولت برای کلینیک‌های باروری استفاده میشه و سن، وزن و سبک زندگی بیماران رو بررسی میکنه. وقتی این اطلاعات رو وارد سامانه میکنید، اون به شما یه عدد میده و بهتون میگه که شانستون برای بارداری چقدره. شما میتونید پارامترها رو کم و زیاد کنید تا ببینید مثلا اگه سیگار رو ترک کنم این چه تأثیری روی باروری من داره. اگه کمتر مشروب بنوشم چه تأثیری داره؟ یا اگه وزن کم کنم چی؟ این ابزار بخت یک زن رو برای بارداری طبیعی یا بارداری با IVF یا بارداری با اسپرم اهدایی بررسی میکنه. همزمان مراقبه که اطلاعات شخصی آدم‌ها محفوظ بمونه. هدف اینه که اطلاعات بیماران در درمانگاه حفظ بشه تا اونها ناشناس بمونن. در واقع الگوریتمی که از درمانگاه خارج میشه. اگه شما از نرم افزاری مثل ویز برای جهتیابی و مکانیابی استفاده میکنین، میدونین که از همه اطلاعات کاربران استفاده نمیکنه. این الگوریتمی که از اطلاعات تلفن حمله یاد میگیره و بیشتر و بیشتر به هوشش اضافه میشه تا سودمندتر باشه. و برای آنا و لیجیا تجربه IVF با فناوری پیشرفته هنوز به پایان نرسیده. اگه بعد از این بخوام یه بچه دیگه داشته باشم، از پزشکان میخوام که از هوش مصنوعی برای بارداریم استفاده کنند. ما فکر کردیم یه بچه دوم هم داشته باشیم و بچه‌مون یه خواهر یا برادر داشته باشه. اینطوری بچه‌تون یه دوست هم داره. درست میگم؟ فناوری همیشه نباید نتیجه عملی داشته باشه. بعضی وقتا هدف از فناوری فقط رد کردن مرزهای خلاقیته. مثل کاری که این فضانورد آموزش دیده
فیزیکدان کوانتومی و رقصنده باله انجام داده. خب اسم من مریت موره و بالریان و فیزیکدان هستم. وقتی بچه بودم زیاد حرف نمی زدم. تو 13 سالگی به مجردی که با رقص آشنا شدم مجذوب شدم. داشتم درس خوندن رو کنار میذاشتم که برم دنبال کارهایی که شاید چون در بچگی خیلی اهل حرف زدن نبودم دوست داشتم. عاشق پازلم بودم. بعد وارد عرصه فیزیک شدم. همه این مدت باید فیزیک و رقص رو جدا دنبال میکردم. بعد از اینکه از دانشگاه دکترای فیزیک گرفتم این احساس رو داشتم که چرا هر دو کار رو دنبال نکنم. من به این ربات شگفت‌انگیز در نروژ دسترسی داشتم. ساخت یونیورسال رباتس. در فاصله بین اجراهام و اواخر شب قبل و بعد از تمرین شروع کردم باهاش کار کردن. کار با این ربات برای من خیلی الهام بخش بود. حرکاتش به من کمک میکرد حرکات جدیدی خلق کنم. نتیجه همکاری فناوری و انسان و ترکیبشون با هم. در جریان کار کردن با ربات ها و رقصیدن با ربات من فکر میکنم بخش مهمی از کار و هدف ایجاد بحث و گفتگوه که کلیشه ها رو بشکنیم، نشون بدیم که میشه در حال کار با فناوری تفریح کرد. این کار به خلاقیت و قدرت تخیل شما کمک میکنه. این علم نیست، نشستن یه گوشه و حفظ کردن یه کتاب نیست. همه ی حرف راجع به همکاری برای خلق ایده های جدیده. هر چه خلاق‌تر باشین در واقع توی فناوری و علم بهترین. وقتی در باله ملی نروژ بودم لباس مجهز به حسگرهای حرکتی رو پوشیدم و به سالن ضبط حرکات رفتیم. حرکاتم رو ضبط کردیم و به هوش مصنوعی آموزش دیده دادیم تا ببینه چه حرکات جدیدی میتونه از دل حرکات من خلق بشه. اونجا ما میخواستیم مسیر حرکات رو در ربات نقشه برداری کنیم تا ببینیم چه رقصهای الهام بخشی از اون حرکات در میاد. میتونیم از هوش مصنوعی و فناوری و ربات‌ها برای الهام گرفتن و خلق ایده‌های جدید برای انسان استفاده کنیم و این امکانات به ما کمک می‌کنه خلاق‌تر باشیم. فناوری در علم برای همه است، مخصوصا برای دخترها. اونا ممکنه احساس کنن از استفاده از فناوری برای دنبال کردن یه مسیر حرفه‌ای و شغلی محرومن. من میگم نه، اینطور نیست. همونطور که من خواستم این کلیشه ها رو بشکنم و بگم تو میتونی فوق‌العاده خلاق باشی، میتونی هنرمند باشی. همه چیز درباره قدرت تخیله و اینکه این کلیشه ها رو در هم بشکنیم و در انتخاب مسیر آزاد باشیم. هر علاقه و اشتیاقی که به کاری دارین میتونین در اون کار تک و یگانه باشین و کاری رو که بهش گرایش دارین دنبال کنین. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید. به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از روی توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.